با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان از همینک و در سی دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید که همچون همه شب مروری خواهد داشت بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین اخبار امشب تشدید بحران یمن با تصرف فرودگاهی توسط گروه القاعده در این کشور اعلام دور تازه نشست مذاکرات هسته‌ای در میان هشدار و انذار مقامات آمریکایی نسبت به اقدامات تروریستی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ای و همینطور اظهار نارضایی نخست وزیر عراق از دست اندازی سرداران نظامی و پاسداران ایرانی در عراق بروز یک بحران انسانی با غرق شدن پناهجویانی آفریقایی تبار در امواج دریای مدیترانه و گزارش از فراوانی حمله های سایبری ایران علیه نهادهای آمریکایی سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب جمعه 28 فروردین ماه است که در طول سی دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید آن سوی خبر را با تازه ترین رویدادهای مذاکرات هسته ای ایران و گروه مصوم به پنج به علاوه یک آغاز می کنیم. دوره تازه مذاکرات هسته ای میان طرفین مذاکرات آغاز خواهد شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مذاکرات هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی هفته آینده در شهر وین از سر گرفته می شود. جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک باید تا پایان ماه جوان به توافق جامعه و نهایی دست پیدا کنند به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس این بیانیه عنوان می کند که هلگا اشمت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در روزهای 22 و 23 ماه آوریل با عباس اراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایتخت اتریش دیدار خواهد کرد خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم از قول یک دیپلمات ایرانی نوشت که این دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان و کارشناسان های دو طرف برای شروع نگارش متن توافق جامع انجام خواهد شد این دیپلمات زمان شروع این دور از مذاکرات هسته ای را سه شنبه آینده اول اردیبهشت ماه ایرانی عنوان کرده است وی همچنین گزارش ها درباره برگزاری دور دیگری از مذاکرات در نیویورک و در حاشیه برگزاری کنفرانس بازنگری در NPT را تایید کرد و می گفت که این مذاکرات به احتمال قوی دو هفته دیگر خواهد بود و در سطح معاونان و کارشناسان نیز برگزار می شود ادامه آن سوی خبر با رویدادهای هسته در برنامه امشب با افشاگری های هسته ای علیه مردان مذاکرات توسط برخی از مردان احمدی نژاد فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفت دولت حسن روحانی درباره نیروگاه عراق عوام فریبی می کند و تیم مذاکره کننده هسته ایران دیگر امتیازی ندارد که به غربی ها واگذار کند آقای عباسی گفته است دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای تمامی شرایط مثبت را یک جا به طرف مقابل واگذار کرده و در مذاکرات آینده دیگر چیزی برای تقابل و تعامل در دست ندارد وی اظهارات مقام های دولتی مبنی بر به کار گرفتن یک تکنولوژی پیشرفته جدید در راکتور عراق را نوعی اوانفریبی فریبی است. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می کرد که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی برخی از مدیران سازمان انرژی اتمی اخراج شدند حسن عباسی در زمان دولت احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود و یکی از حامیان اصلی سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای محسوب می شود ادامه برنامه با تأکید مجدد حسن روحانی بر لغو تحریم ها حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است در مذاکرات هسته‌ای کارهای مهمی انجام شده اما دستیابی به توافق نهایی راهی دشوار در پیش روست آقای روحانی روز پنج شنبه در یک نشست خبری در شهرستان رشت با بیان اینکه گروه پنج به علاوه یک بیش از ایران به این توافق نیاز دارد می گفت حتی اگر توافقی حاصل نشود تحریم ها علیه ایران نمی تواند مانند گذشته ادامه یابد به گزارش خبرگزاری مهر حسن روحانی همچنین بر لزوم وجود اراده سیاسی طرف غربی برای دستیابی به توافق جامعه هستهی تأکید کرد ادامه آن سوی خبر با تازه ترین هشدار و تهدید آمریکا گزینه نظامی علیه ایران رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تهران هشدار داد که علی رغم تصمیم مسکو برای انتقال سامانه موشکی S300 به ایران گزینه نظامی برای بازداشتن تهران از دست یا به صلاح هستی همچنان به قوت خود باقی است به گزارش خبرگزاری رویترز ژنرال مارتین دمسی در یک کنفرانس خبری می گفت ما سال هاست که از پتانسیل سامانه ای که به ایران فروخته می شود خبر داریم و در همه طرحها و برنامه های ما نیز این مسئله را در نظر داشته ایم. ایشان تأکید کرد که اگرچه ایالات متحده به دنبال راه حلی دیپلماتیک است تا اطمینان حاصل کند ایران نمی تواند به سلاح هسته ای دست یابد اما اگر راه حل دیپلماتیک به شکست بیانجامد رئیس جمهوری آمریکا همچنان گزینه نظامی را در دسترس دارد در همین حال اتحادیه ی اروپا نیز هشدار داد که واگذاری سامانه موشکی موسوم به اس 300 به ایران می تواند به بی در منطقه منجر شود هلگا شمیتز معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا دیروز در گفتگوی با خبرگزاری روسی انترفکس اظهار داشت که اتحادیه ی اروپا اگرچه این اقدام مسکو را ناقض قطنامه های سازمان ملل نمیداند اما نسبت به آن نگران است به ویژه با توجه به افزایش تنشها در منطقه و تأثیری که انتقال این سامانه به ایران می تواند در بیسوباتی منطقه بگذارد سویه های تازه از آن سوی خبر از هشدار در حوزه نظامی به انظار در کاخ سفید که گلایه از حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم داشته است جاش ارنه سخنگوی کاخ سفید گفت فعالیت های حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم همچنان ادامه دارد و آمریکا نگرانی خود را در این زمینه به دولت ایران منتقل کرده است. آقای ارنست در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت واشنگتن به مقام های دولت ایران اعلام کرد که نسبت به پشتیبانی تهران از تروریسم در گوشه و کنار جهان نگران است. سخنگوی دولت آمریکا همچنین می گفت آمریکا کاملا آگاه است که دولت ایران دست کم به اندازه عمر یک نسل در پشتیبانی از عوامل تروریسم در نقاط مختلف جهان بسیار فعال بوده و از همین روی در فهرست کوتاه حامیان تروریسم قرار دارد آقای ارنست در این حال گفت انتظار نمی رود که گفتگوهای هسته‌ای های دولت آمریکا در زمینه تروریسم را برطرف کند سخنگوی کاخ سفید تأکید می کرد حتی اگر ایرانیان گفتگوهای مربوط به برنامه اتمیشان را ادامه دهند و با توافق همه جانبه نیز معافقت کنند بسیار محتمل است که جمهوری اسلامی همچنان به پشتیبانی از برخی عوامل تروریزم ادامه دهد ادامه آن سوی خبر را پی میگیریم با آخرین اخبار منطقی و در تازه رویداد ابراز ناخرسندی نخست وزیر عراق از حضور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در میادین جبهه و جنگ این کشور حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته است از کمک های ایران برای مقابله با پیکارجویان داعش استقبال می کند اما کمک های ایران نباید حاکمیت عراق را نقض کند آقای عبادی که در کنفرانس مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن سخن می گفت حاکمیت ملی عراق را از هر چیز دیگری مهمتر دانست و می گفت که همه اقدام ها برای کمک به اراق باید از طریق دولت این کشور انجام شود. آقای عبادی در پاسخ به این سوال که آیا فکر خوب یا بدی بوده که قاسم سلیمانی چنین حضور فیزیکی و علنی در عراق در جنگ با داعش داشته این گونه پاسخ میداد که مطمئنا فکر بدی بوده است عراقی ها دارند برای نجات کشورشان از خودگذشتگی می کنند وانمود کردن اینکه کسان دیگری دارند این کار را از طرف عراقی ها می کنند از سوی عراقی ها قابل پذیرش نیست آقای حیدر العبادی نخست وزیر همسوی با جمهوری اسلامی ایران در این اظهار نقد خود می گفت از آن چه دارد اتفاق می افتد بسیار ناراضی است او گفت در این باره با ایرانی ها صحبت کرده و آنها ادعا می کنند که این پروپاگاندا کار آنها نیست و کار کس دیگر است و من باید ببینم کار چه کسی است از عراق به کشور بحران زده ی یمن می رویم با تازه ترین اخبار از این کشور جنگ زده القاعده کنترل فرودگاهی در جنوب یمن را در دست گرفت. به گفته مقام های نظامی و ساکنان محلی فرودگاه شهر المکلا مرکز استان حزرماوت در یمن به دست نیروهای مسلح القاعده افتاده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام مسئول در این فرودگاه گزارش داده است که نیروهای امنیتی حاضر در محل با نزدیک شدن القاعده بدون مقاومت عقب نشینی کردند. نیروهای القاعده حدود ده روز قبل با حمله به زندان شهر المکلا توانستند ده ها نفر از اعضای خود را آزاد کنند و کنترل مرکز استان حزرماوت را نیز در دست بگیرند المکلا یکی از اصلی ترین بنادر یمن در ساحل دریای عرب است یک فرمانده نظامی که مسئول حفاظت از تأسیسات صدور گاز بود میگوید نیروهای نظامی تصمیم گرفتند که یک فرودگاه محلی و تأسیسات پالاشگاه نفت را به کمیته های مسلح مردمی بسپارند و محل را ترک کنند همچنین بر اساس تازه ترین اخبار دریافتی خبر می رسد که در شهر تعز درگیری شدیدی بین وفاداران به رئیس جمهور برکنار شده عبد ربه منصور هادی و اعتلاف شبه نظامیان شیعه حوسی با نیروهای نظامی هوادار آنها در جریان است همچنین پنجشنبه شب در واشنگتن بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آتشبس فوری بین همه گروه ها در یمن و از سرگیری مذاکرات سیاسی شد در همین حال خبرگزاری ها از گفتگوی ظریف وزیر خارجه ایران با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل میدهند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رایزنی تلفنی با دبیر کل سازمان ملل با اشاره به ادامه حملات عربستان سعودی به کشور یمن بر توقف فوری این حملات و ارسال کمک به مردم یمن تل. کرد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران بان کیمون دیروز در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در خصوص مهمترین مسائل جهانی و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد آقای ظریف با اشاره به طرح چهار ماده ای ایران برای پایان دادن به بحران یمن بر انجام هرچه سریعتر گفتگوها میان گروه های یمنی تأکید و آمادگی ایران برای حل این بحران را اعلام کرد با خبری اقتصادی و منطقه ای اخبار منطقه ای را پی میگیریم با تازه ترین اخبار از سفر یک هیئت بلندپایه هندوستان به تهران یک گروه از مقامات اقتصادی و انرژی هند در هفته جاری و قبل از برگزاری مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای برای بررسی امکان سرمایه از ایران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این هیئت شامل مقامات وزارت اقتصاد و انرژی و مدیران ارشد دو پالایشگاه و همینطور شرکت فراورده های شیمیایی است و روز شنبه با همتایان ایرانی خود دیدار می کنند. پس از چین، هند بزرگترین خریدار نفت ایران است که هرچند حجم واردات آن کشور تحت تأثیر فشارهای غرب و همزمان با تحریمهای بین سال‌های سالهای اخیر علیه ایران تا حدودی کاهش یافته است. حجم واردات نفت ایران توسط هند در سال 2010 و 2011 حدود 370 هزار بشکه در روز بود ولی در سال 2014 به حدود 220 هزار بشکه کاهش یافت. ادامه آن سوی خبر با ادامه تجمع و اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران شمار زیادی از معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و سیاست های وزارت آموزش و پرورش روز پنجشنبه دست به تجمع زدند. خبرگزاری کار ایران ایلنا شمار این معلمان را هزاران نفر عنوان کرده که از پای تخت گرفته تا شهرهایی در شمال و جنوب ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. شهرهای همچون کرج، عراق، ساوه، خمین، شهر کرد، سنندج، مریوان، خرمواد، بروجرد، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندر بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت این گزارش می که تجمعات سنفی معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شده است اما در پای تخت علاوه بر اداره آموزش و پرورش گروهی 300 نفر از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی نیز تجمع کردند تصاویری که از این تجمعات منتشر شده است نشان می دهد خواستار آزادی معلمان زندانی افزایش دست مزدها و همینطور رعایت کرامت انسانی این سنف از خادمان در کشور شده اند گزارش ایلنا حکایت از برخورد خشونت آمیز مأموران نیروی انتظامی در رشت با معلمانی دارد که مقابل اداره آموزش و پرورش و استان گیلان تجمع کرده بودند اما از این گزارش ها برمی آید که تجمع معلمان در سایر شهرها با آرامش همراه بوده است طی ماهای اخیر شمار بسیاری از معلمان ایران به دفعات دست به اعتراض به سیاست های دولت زدند سویه های دیگری از آن سوی خبر و پرده های تازه از ماجراهای پول کثیف از سوی مردان جمهوری اسلامی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به ورود پول های کثیف به انتخابات ها در کشورهای مختلف اشاره کرد و می گفت متاسفانه در کشورمان قوانین شفاف و روشنی برای مشخص بودن هزینه های انتخابات نداریم به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا پور محمدی پنجشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در انتخابات گذشته پولهای زیادی خرج تبلیغات شده است اما به دلیل نبودن روال قانونی امکان نظارت نبود آقای پور محمدی می گفت در مجمع تشخیص مسلحت نظام با کمک رهبری توانستیم قانونی برای مسئله هزینه های انتخاباتی مصوب کنیم که تا کنون 18 ماده قانونی آن نگارش شده و چند ماده قانونی باقی مانده است وزیر دادگستری با بیان اینکه نظام از آذر ماه سال 93 مصمم به تصویب این قانون است میافزود این قوانین بعد از تایید رهبر به عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب نمایندگان مجلس اجرایی می شود از مجلس شورای اسلامی به مجلس خبرگان رهبری می رویم آخرین خبری که از مجلس خبرگان با احتمال افزایش تعداد اعضای این مجلس رهبرساز احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از افسوده شدن 13 نفر به تعداد اعضای این مجلس به دلیل تغییرات جمعیتی صورت گرفته در استانهای ایران خبر داد خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای خاتمی دیروز در شهر قوم می گفت از استانهای آذربایجان غربی اسفهان، خراسان، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس یک نماینده از استان البرز دو نماینده و از استان تهران چهار نماینده به مجلس خبرگان رهبری اضافه می شوند. به گفته احمد خاتمی در آینامه داخلی مجلس خبرگان رهبری آمده است که از تاریخ آمارگیری جمعیت کشور در سال 65 به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت یک استان اضافه شود یک نماینده از آن استان به مجلس خبرگان رهبری نیز اضافه می شود. بدین ترتیب تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از 86 نفر به 99 نفر افزایش پیدا می کند. آن سوی خبر رو مجددا با خبری زیست محیطی و گرد و غبار در غرب کشور ادامه می دهیم. پدیده یا آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار بار دیگر در غرب ایران افزایش رفته است. بر اساس گزارش ها هوای کرمانشاه، قصر شیرین و مهران در وضعیت هشدار قرار گرفت رئیس اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست کرمانشاه قلزت ذرات معلق در هوا در روز پنجشنبه را رو یکنیم برابر میزان استاندارد اعلام کرد و گفت هوای این شهر در وضعیت هشدار قرار گرفته است بنابراین گزارش بین 8 تا 9 صبح روز پنجشنبه قلزت گرد و قبار کرمانشاه به 285 میکروگرم بر متر مکعب رسید که بیشترین میزان اندازه گیری شده در روز جاری است. و میزان غلظت گرد و غبار شهرستان های غربی استان کرمانشاه را در حدود 217 میکروگرم بر متر مکعب ذکر کرد. این میزان نزدیک به دو برابر وضعیت عادی است. رویدادی فرهنگی و هنری با اعلام حضور دو تیم ایرانی، دو تیم فیلم ایرانی در جشنواره جهانی کن فیلم ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه و فیلم کوتاه کشتارگاه ساخته بهزاد آزادی در بخش سینه فونداسیون جشنواره امسال فیلم کن حضور خواهند داشت تا کنون چهر و چهار فیلم بلند برای بخش مسابقه و سایر بخش های جشنواره کن انتخاب شده اند. در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از ایران حضور ندارد به گزارش وبسایت رسمی 68 امین جشنواره فیلم کن ریاست هیئت داوران این دوره را برادران کوئن بر عهده دارند و نمایش فیلم ها از روز 13 ماه مه حدود یک ماه دیگر آغاز می شود و تا 24 ماه مه ادامه خواهد داشت فیلم مرد غیر منطقی آخرین ساخته ی وودی آلن نیز یکی از شش فیلمی است که امسال در بخش خارج از مسابقه و غیر رقابتی کن به نمایش در می آید. ادامه آن سوی خبر با بحرانی از اوکراین و کشته شدن یک روزنامه نگار. یک روزنامه نگار سرشناس اوکراینی در کیف پایتخت این کشور به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شد. اولس بازینا 45 ساله روزنامه نگاری که عمدتا مطالبی در هواداری از روسیه می نوشت در کیف کشته شد او در نشریه کار می کرد که به دولت ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری ساقط شده اوکراین نزدیک بود قتل این روزنامه نگار یک روز پس از آن صورت می گیرد که اول کالاشنکوف سیاستمدار هوادار روس در اوکراین و نماینده مجلس این کشور به شیوه مشابهی ترور شد و کشته شد پترو پورشانکو رئیس جمهوری اوکراین دستور تحقیق درباره این قتلها ها را صادر کرد و گفت که این آدم ها اقدامی عمدی است که به نفع دشمنان اوکراین است همچنین در همین رابطه مشاور وزیر کشور اوکراین گفته است که به عقیده او قتل این دو نفر به دلیل حضور آنها در جنبش ضد میدان در اوکراین بوده است که مخالف سرنگونی آقای یاناکوویچ بود. طی سه ماه گذشته حداقل هشت مقام نزدیک به آقای یاناکوویچ در اوکراین جان خود را از دست دادند. ادامه برنامه آن سوی خبر امشب با خبری نسبتاً تراژدی قرق شدن چند پناهجویان در دریاهای مدیترانه که قربانی تنفرهای مذهبی شدند. پلیس ایتالیا اعلام کرد 15 پناهجوی مسلمان را دستگیر کرده است که در مسیر رسیدن به اروپا دوازده پناهجوی مسیحی را در آب غرق کردند پناهجویان مسیحی که گفته می شود اهل کشورهای غنا و نیجریه بودند همگی کشته شدند در حادثه ای دیگر رسانه های ایتالیا گزارش دادند که دست کم چهل پناهجو که قصد داشتند از طریق دریای مدیترانه خود را از لیبی به اروپا برسانند غرق شدند. چهار نفر از نجات یافتگان پس از رسیدن به ایتالیا به پلیس اطلاع دادند که قایق بادی آنها به همراه ده ها نفر از پناهجویان غرق شده است. روز پنجشنبه این پناهجویان همراه با بیش از 500 پناهجوی دیگر وارد بندر تارپانی ایتالیا شدند. سازمان بینالمللی مهاجرت گفته است که این پناهجویان روز شنبه از ترابلوس لیبی گریخته و چهار روز روی آب بودند. نیروی دریایی ایتالیا آنها را سرگردان روی آب پیدا کرده و نجات داده است. چند روز پیش از این هم حدود 400 نفر دیگر که از شمال آفریقا راهی اروپا شده بودند، غرق شدند. آن سوی خبر را با سویه هایی از نبردهای سایبری در ارتش سایبری ایران علیه غرب پی میگیریم. گزارش مشترک یک شرکت امنیت سایبری و یک مرکز فکری در واشنگتن میگوید ایران به پیچیدگی و فراوانی حمله های سایبریش افزوده است و این روند حتی در دو سال اخیر که مذاکرات هسته ای جریان داشت نیز ادامه یافته است. این تحقیق تازه که شرکت امنیتی سایبری نرس و مرکز فکری امریکن انترپرایز انجام داده هشدار داده است که اگر طبق تفاهم هسته ای تحریم علیه ایران تعلیق شود این کشور میتواند درآمد را برای سلاح های سایبری هزینه کند این گزارش در عین حال تاکید می کند. معلوم نیست ایران در چنان مسیری باشد فردریک کیگن مدیر پروژه تهدیدهای وخیم در مؤسسه امریکن انترپرایز که به بررسی فعالیت سایبری ایران پرداخته است در این باره می گوید فضای سایبری سلاحی در اختیار ایران گذاشته که فناوری هسته ای نگذاشته است. آقای کیگن مقام ارشد تحقیقاتی پژوهشی عرصه سایبری در ادامه ی همین مطلب خود اشاره می کرد که ایران میتواند وجود این سلاح را به نحو قانع کننده ای انکار کند و البته خودش تأکید می کند که همین پوشیدگی تهدیدهای سایبری را برای خیلی از کشورها جذاب کرده است شرکت نورس که یکی از تهیه کنندگان این گزارش است مانند دیگر شرکت هایی که در زمینه ی امنیت مجازی کار می کنند معمولا در تاکید بر وجود تهدیدهای مجازی منفعت های خاص خود را دارند هرچند این شرکت ها اغلب تصریح نمی کنند منشأ تهدیدهای سایبری کدام کشورها بودند از سوی دیگر مؤسسه امریکن انترپرایز که طرف دیگر این گزارش است به جناح سیاسی راستگرایان و محافظهکاران آمریکایی نزدیک است و خیلی از تحلیلگران آن از های منتقد رویکرد کنونی دولت باراک اوباما برای مذاکره و تعامل با ایران هستند با این حال فردریک کیگن وجود انگیزه سیاسی در این گزارش را رد می کند. شرکت نورس در کنار نقل تحلیل های سازمان های اطلاعاتی آمریکا می گوید شواهد به طور قوی نشان می دهد که ایران در یک سال گذشته بسیار بیشتر از سلاح سایبری استفاده کرده است. طبق این گزارش این حمله های سایبری اغلب ماهیت جاسوسی داشتند ولی برخی هم اهداف مخرب داشتند. و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود